محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران طی مصاحبه‌ای با روزنامه الحیات لندن نسبت به سلطه‌جویی و دخالت‌های تروریستی رژیم ایران هشدار داد. محمد محدثین چند روز قبل از گردهمایی مقاومت ایران در مصاحبه با الحیات گفت در اواسط دهه 80 سپاه پاسداران طرحی از نیات شومش را برای تسلط بر عراق و از آنجا به سایر منطقه منتشر کرد. از ابتدا واضح بود که هدف استراتژیک‌تر سعودی بود. خمینی در وصیت‌نامه‌اش به صراحت گفت اگر از عراق بگذریم از نجد و حجاز نمی‌گذریم. وی افزود متأسفانه با اشغال کویت توسط عراق و متعاقباً اشغال عراق توسط آمریکا و باز کردن درهای عراق به سوی رژیم آن رویای شومی که رژیم در سر می‌پروراند به تحقق پیوست و از آنجا سوریه و یمن و لبنان را به خاک و خون کشید. محدثین بخشی از توانمندی‌های مقاومت ایران برای براندازی رژیم کنونی تهران و جایگزین کردن آن با آلترناتیو دموکراتیک را مورد تاکید قرار داد و افزود سازمان مجاهدین خلق ایران با 53 سال سابقه در مقابل دو دیکتاتوری شاه و آخوندها در کانون ائتلاف شورای ملی مقاومت از ویژگی‌های منحصر به فردی برخوردار است که آن را برای سرنگونی رژیم حاکم ذی‌صلاح و به عنوان تنها آلترناتیو این رژیم شایسته می‌کند. مسئول کمیسیون خارجی شورای ملی مقاومت گفت این رژیم در 4 دهه حاکمیت خود بزرگترین خسارت را به ایران زده و مسلمانان هم از شیعه و سنی بیشترین ضربه را از این رژیم دریافت کردند. جنایات این رژیم در تاریخ ما با حمله مغول قابل مقایسه است. وی توضیح داد این رژیم به هیچ چیزی جز حفظ قدرت خودش که همکنون به شدت به خطر افتاده است نمی اندیشد. در دوران حکومت ملایان 120 هزار اعدام سیاسی در ایران صورت گرفته است که 90% آن اعضا و هواداران سازمان مجاهدین بودند. در میان آنها از دختران و پسران 13 ساله تا زنان و مردان سالخورده 70-80 ساله به چشم می‌خورد. محمد محدثین خاطرنشان کرد سیاست رژیم بسیار روشن است. می‌خواهد با دشمنی انداختن بین شیعه و سنی، با ایجاد نفرت بین ایرانی و عرب یا فارس و غیر فارس، با جنگ بین کرد و عرب بر منطقه مسلط شود. برای فهم این موضوع کافی است به این حقیقت نگاه کنیم که تا چه اندازه رژیم ایران و مالکی و اسد دست نشاندگانش در سوریه و عراق در ایجاد و تقویت داعش و القاعده نقش داشتند. اگر رژیم ایران و سیاستهایش نبود، آنها هیچگاه این اندازه قدرت نمی گرفتند.